در برنامه دیروزه ما گزارش داشتیم که در برای تاثیر برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه به حیات مهاجران تاجیک نقل میکرد. اور معلوم از جمله همین چوره بینی باعث شده است که شماره زیادی مهاجران تاجیک را با بهانه های ناچیز از این کشور دپارتاسیا کردند و میکنند. یک پژوهش تازه بنیاد سوروس زندگی بعدی این مهاجران سابق را به نمایش میگذارد. همکارم عبدالله شوروف با همه بخش های این نظرسنجی آشنا شد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام و نخست بگوید که سبب اساسی اخراج مهاجران از روسیه چی بوده است؟ تحقیقات حدود 1500 نفر مهاجران از روسیه دپورتاسیا شده پرسیده شدند و بیشتر از نصف آنها یا حدود 52%شان گفتند که بنابر نداشتن پتنت از روسیه اخراج شدند. همچنان 44% دیگر گفتند که آنها سند ثبت مکان اقامت و یا رگیستراسیا نداشتند و آنها از روسیه اخراج کرده شدند. همچنان در میان این مهاجران یک گروه نیز هستند که گفتند مقامات انتظامی روسیه بدون هیچ شرح و توضیح آنها را از روسیه راندند و آنها تا به حال نمیدونند با چی جرمه از روسیه اخراج شدند. خب عبدالله، در حالی که تعدادی از این مهاجران سابق با اصطلاح بکس بودند، پس بعد اخراج در تاجیکستان به چی مشغول شدند؟ با خلاصه پژوهشگران تنها 63% آن مهاجرانی که از روسیه اخراج شدند در تاجیکستان توانستند جای کار یابند. باقی مانده تا به حال شغل ندارند و آنهایی هم که در تاجیکستان جای کار پیدا کردند بیشتر در ساحه ساختمان مشغول هستند. یک قسمت خرد دیگری به کشاورزی پرداختند. به هر حال عبدالله، مهاجران شهروندان تاجیکستانند. آیا حکومت در نسبت آنها یگان برنامه دارد یا خیر؟ بله شهلا، عین حال حکومت تاجیکستان تلاش دارد برای مهاجران از روسیه دپورتاسیا شده در بازار کار کشورهای عربی، کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی جای کار پیدا کند، ولی این برنامه حکومت حالا موفقیت نظررس ندارد و بر ضمن این مهاجران امکان دارند در تاجیکستان خود را به شخص افراد بیکار رسما ثبت نام کنند و از دولت یک مقدار کمک پولی دریافت کنند. اما مهاجران در صحبت با پژوهشگران گفتند بنابر آنکه مقدار کمک پولی های دولت خیلی ناچیز است، آنها خود را رسما چون شخصی افراد بیکار در مقامات دولتی ثبت نام نکردند. سپاس عبدالله برای تفسیر موضوع.